موزه ملی افغانستان در تلاش برای ترمیم اشیاء تاریخی خرد شده توسط طالبان است و تاکنون کنون چند صد اثر ترمیم شده و دوباره برای عموم به نمایش گذاشته شده است. سارا دهقان گزارش می‌دهد. از زمانی که موزه ملی افغانستان در کابل مورد هجوم نفرت و ضربه های چکش طالبان قرار گرفت، 18 سال می گذارد. حالا کارکنان موزه تلاش می قطعات شکسته را به هم بچسبانند. در حالی که آن کشور با استراب چشم امید به توافقی میان آمریکا و طالبان دارد. قطعه های شکسته کنار هم چیده شدند و گویی احساسات و عباطف شکننده افغانها را به آینده مبهم کشورشان تصویر می کنند. دوره ای از تخریب فرهنگی در افغانستان با منفجر کردن مجسمه های بودای ولایت بامیان در سال 2001 آغاز شد. شیرازدین سیفی روزی را به خاطر می آورد که طالبان سراغ موزه ملی آمدند. هیچ فشار فقط استاد کردن مومیرین بخش بخش اینجا استاد کردن خودشان کشیدن از صندوق خودشان میده کردن ش... رفتن. یک نفر نید تقریبا بیش از 2500 شی توسط طالبان خرد شد اما کارمندان موزه سخت در تلاشند تا اشیاء بازمانده را ترمیم کنند نوسازی موزه در سال 2004 آغاز شد و تا امروز چند صد شیع تاریخی سرهمبندی بندی شدهاند اما محمد فهیم رحیمی مدیر موزه نگران بازگشت طالبان است امیدوارم متوجه شده باشند که این آثار خلاف شریعت اسلامی نیست و کسی آنها را نمی اینها اشیاء تاریخی هستند که تاریخ ما را نشان می دهند. موزه ملی افغانستان با انستیتو شرق شناسی دانشگاه شیکاگو همکاری می کند تا فهرستی کامل از آثار متعلق به موزه تهیه کنند و در صورت امکان اشیاء گم شده را پیدا کنند. آنها قصد دارند پوسترهای دیجیتالی از این اشیا درست کنند به امید آنکه تعدادی از آنها پیدا شوند. سارا دهخان، صدای آمریکا.